اخیرا ویدیویی رو در یوتیوب تماشا میکردم که فردی داشتن مصارف روغنهای مختلف خودشون رو با اشاره ساده به مزایا و معایبش البته از نگاه خودشون برای مخاطبینشون تعریف می کردن و توضیح می مسلما ایشون متخصص نبودن و مشخص بود که روی علاقهشون این اطلاعات رو کسب کردن. اما همیشه میگن که جواب هر سوالی رو از متخصص مربوطش باید جویا شد. چرا که حداقل به باور من این نحوه ای اطلاع رسانی که الان به این شکل باب شده میتونه خیلی از مخاطبینی که بهمون همون اعتماد دارن رو خدایی نکرده گمراه کنه برای مثال یکی از مزامین حرفهای زده شده در اون ویدیو این بود که بهتری کره نباتی رو جایگزین استفاده از کره حیوانی کنیم به خاطر مزایای مارگارین و معایب کره حیوانی میدونم که خیلی ها فکر میکنن کره نباتی یا مارگارین محصول سالم ترین نسبت به کره حیوانیه. چرا؟ چون شاید اونچه بیشتر شنیدن در مورد مذرات کره و محصولات حیوانی و مزایای غذاها و فرورده های گیاهی بوده. اگه شما از دست افرادی هستید که دوست دارید از نگاه یه متخصص علم غذا کره نباتی رو خیلی ساده و علمی بشناسید با من در این ویدیو همراه باشید. من نسرین معید نیا هستم دکترای علوم و صنایع غزل اول از همه قابل توجه افرادی که نگاه مثبتی به غذاهای فراوری شده ندارند اینکه کره نباتی یه محصول کاملا و به نوعی بسیار فراوری شده است چرا که ماده اولیه اون که روغن نباتیه اول از گیاه روغنی مربوطش استخراج میشه تصفیه میشه جامد میشه و بعد یه سری مواد افزودنی هم برای تبدیل به محصول نهایی بهش اضافه میکنن. مزایای این محصول چیا میتونه باشه؟ اینکه حاوی دسته ای از اسید چرپ های چند غیرش اشباع است که میتونن برای سلامت قلب و عروق مفید باشن. دقت داشته باشید این محصول طبیعتا چون منشأ گیاهی داره پس کلسترول نداره و به جاش میتونه بعضی از استرول ها رو داشته باشه. مخصوصا در انواعی که بر روغن سویا هستند و این فیتو استرول ها هم میتونن کلسترول بد یا LDL رو پایین بیارن. اینا شاید برجسته ترین مزایای کره ای نباتی باشه که بهتون گفتم. اما در مورد معایبش هم بشنوید. معمولا برای جامد کردن روغن های گیاهی فرایندی به اسم هیدروژناسیون روشون انجام میشه که در ضمن اون به طور اجتناب ناپذیری یه سری اسید چرپ ترانس تولید میشن. این اسید چرپای ترانس به شدت مضر هستند و خطر بیماری های قلبی عروقی رو بالا میبرند و مشخص شده که از خطر این اسید چرپای ترانس خیلی بیشتر باید ترسید تا از خطر اسید چرپای اشباع البته اگه جامد کردن روغن نباتی اولیه با فریند استریفیکاسیون انجام بشه این اسید چرپای ترانس سولید نمیشن. ولی تا جایی که من سوال کردم و جواب گرفتم در تولید کره های نباتی یا مارگارین هایی تولید شده در ایران این روش استفاده نمیشه. پس بهترین راهی که میتونید متوجه این موضوع بشید اینه که روی برچسب محصول رو بخونید که چنانچه روغن اولیه استری شده باشه حتما روی لیبلش نوشته بدون اسید چرب ترانس. از طرفی همون فیتو استرول های احتمالی موجود در مارگارین گرچه کلسترول بد رو پایین میارن اما در کنارش کلسترول خوب رو هم کم میکنند که این مورد رو هم باید برای قضاوت در نظر گرفت. اما اصولا با نگاه علم تغذیه همیشه باید حواسمون به میزان متناسب چربی ها و روغن های غذایی مورد استفاده روزانمون باشه. برای همین یه جورایی مصرف کره و مارگارین چیزایی نیستن که اصلا بخواد توصیه ای به مصرفشون بشه. اما به لحاظ ارزش غذایی این دو کاملا متفاوت از هم هستند و کلا بدونید که مذرات کره نباتی خیلی بیشتر از کره حیوانیه و حالا اگه فردی علاقه خاصی به مصرف کره حیوانی داره ولی به خاطر مثلا مشکل کلسترولش نمیتونه از خوردن اون لذت ببره میتونه برای درک این حس خوشایند هر از گاهی کره نباتی که تم و اسانس کره بهش اضافه شده رو استفاده کنه حتما در یک ویدیوی دیگه در مورد کره حیوانی و ویژگی هاش هم براتون صحبت می که بهتر اونم برای قضاوت ها و انتخاباتون بشناسید. پیشنهاد میکنم پادکست های مربوط به این موضوعات رو در صورت علاقه مندی در کانال تلگرام هم بشنوید. لینک دسترسیشون در دیسکریپشن همین ویدیو براتون گذاشته شده. دوست دارم شما هم نظراتتون رو در مورد مصرف مارگارین برام بنویسید. اگه این اطلاعات رو دوست داشتید حتما با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. کانال رو سابسکرایب کنید و با فعال کردن زنگوله نوتیفیکیشن منتظر ویدیوهای بعدیم باشید. همراهیتون برام ارزشمنده.